حسن روحانی رئیس جمهوری روز پنجشنبه در جلسه رؤسای کمیته ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان این موضوع که دولت وی از ابتدای شیوع بیماری کرونا فارغ از همه تنگناها و محدودیت اقتصادی نیازهای بخش سلامت و کادر درمان را در اولویت قرار داده تاکید کرد این سیاست همچنان تداوم خواهد یافت وی با اشاره به اینکه ممکن است برخی طرحها در این حوزه با تاخیر یا با تنگناها اجرا شود یادآور شد مردم و کادر درمان مطمئن باشند دولت اجازه نخواهد داد در این حوزه کادر سلامت کشور تحت فشار قرار گیرند رئیس جمهوری همچنین تأمین نیازهای کادر درمان را وظیفه فوری سازمان برنامه و بودجه دانست و تاکید کرد در مقابل این تلاش ها مردم نیز باید دستورالعملهای بهداشتی را برای حفظ سلامت خود و جلوگیری از فرسودگی کادر درمان کشور به طور دقیق رعایت کند. حسن روحانی در ادامه اظهاراتش با توجه به شیوع مجدد بیماری در برخی مناطق کشور و با اشاره به این که شیوع بیماری در کشور نشان میدهد انتظار کادر درمان از برخی مردم برای رعایت دقیق های بهداشتی برآورده نشده سفرهای تابستانی برون شهری ترددهای غیر ضروری درون شهری و فشار بر سیستم حمل و نقل عمومی به ویژه خط مترو و عدم رعایت دقیق های بهداشتی را از جمله دلایل شیوع بیماری دانست و از کمیته های درمان امنیتی و اجتماعی و تبلیغات ستاد ملی مقابله با کرونا خواست با جدیت و قاطعیت برای اجرای دقیق پروتکل ها در حوزه اجتماعی درمانی و اطلاع رسانی اقدامات مؤثری انجام دهند این اظهارات حسن روحانی در حالی عنوان می شود که مدت هاست کارشناسان و متخصصان بر ضرورت تدوین دستورالعمل های دقیق برای مردم و اعمال نظارت شدید در حوزه عمومی تاکید می کنند و با این وجود دولت و ستاد مقابله با کرونا در این خصوص به توصیه های اخلاقی اکتفا کرده و تا کنون هیچ گونه مقررات سخت ای در هیچ حوزه ای اعمال نشده است. مردم در حالی که به حال خود رها شدن بدون دستورالعمل خاصی به همان رفتارهای قبل از کرونا ادامه می دهند و هیچ اقدام محدود کننده در این خصوص توسط دولت اعمال نشده که مردم ملزم به رعایت محدودیت در حوزه های مختلف باشند در این حال تاکید حسن روحانی در خصوص تاثیر حمل و نقل بین شهری و تردد های غیر ضروری در شهر و همچنین سفرهای استانی به عنوان عوامل اصلی شیوع کرونا در کشور در حالی عنوان می شود که به گفته بسیاری از متخصصان و حتی وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا برگزاری مراسم ازاداری در ماه محرم از مهمترین عوامل شیوع کرونا و افزایش بیماران در روزهای اخیر است و وزیر بهداشت در روزهای گذشته به سراحت تصریح کرد که بیماران فعلی که به مراکز درمانی مراجعه می کنند بیماران ناشی از حضور در مراسم عزاداری و نتیجه عدم مراعات دستورالعمل های بهداشتی است. روحانی همچنین بر ضرورت رعایت پرتکل های بهداشتی در مراسم ازاداری اربعین و ماه سفر تاکید کرد و اظهار داشت نظارت ها در این حوزه باید تشدید شود. وی همچنین از کمیته امنیتی و اجتماعی خواست با افراد خاطی و معدودی که با وجود ممنوعیت ستاد ملی مقابله با کرونا و رهبری عازم مناطق مرزی با عراق شدند برخورد کند روحانی در ادامه با اشاره به اینکه تمامی کشورها به این نتیجه رسیدند که ایجاد محدودیت تضمین کننده که مسئولیت نیست و می تواند زندگی مردم را دچار اختلال کند یادآور شد اگر به خاطر عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی موج های جدید این بیماری در جامعه ایجاد شود دولت ناچار به اعمال برخی محدودیت ها خواهد بود وی تاکید کرد مردم محور اصلی مقابله با کرونا هستند این اظهارات حسن روحانی در حالی بیان می شود که برعکس اظهارات وی تقریبا تمامی کشورها به این نتیجه رسیدند که مقابله با کرونا جز از طریق اعمال مقررات سخت گیرانه امکان پذیر نیست و تمامی کشورهایی که توانستند به طور نسبی میزان انتشار کرونا را در کشورهایشان کنترل کنند کشورهایی هستند که با اعمال مقررات سخت و اعمال محدودیت های زیاد در مراحل اولیه توانستند به میزان قابل توجهی شیوع بیماری را کنترل کنند. در حالی که چالش و انتقادها پیرامون دریافت سهمیه خودرویی با نرخ مصوب کارخانه‌ای توسط مجلس شورای اسلامی همچنان بحث داغ رسانه‌ای است مجلس بار دیگر با انتشار خبر دریافت 1500 دوز واکسن آنفولانزا در صدر خبرها قرار گرفت و موج انتقادها را علیه مجلس ایجاد کرد. خبر ارسال 1500 دوز واکسن آنفولانزا در حالی توسط رسانه ها منتشر شده که در روزهای اخیر وزارت بهداشت بارها از محدودیت واکسن آنفولانزا در کشور خبر داده و تاکید کرده است که تنها در موارد خیلی حاد و اورژانسی میتوان واکسن آنفولانزا را در اختیار افراد و گروه های خاص قرار داد. اقدام وزارت بهداشت برای ارسال واکسن به مجلس درست یک روز پس از آن رسانه ای شده است که وزیر بهداشت در نامه ای پر اشک از ناتوانی وزارت بهداشت از کنترل بیماری به خاطر عدم امکانات کافی خبر داده بود. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس روز پنجشنبه در واکنش به انتشار خبر ارسال 1500 واکسن آنفولانزا به مجلس ضمن تعیید این خبر با اشاره به مخالفت خود با دریافت واکسن ها اظهار داشت بهداری مجلس دلیل دریافت واکسن را تعدادی مریض سرطانی در مجلس عنوان کرده است وی تاکید کرد این مجلس را انقلابی نمیداند و ضمن تایید انتقادها اقدام مجلس را در این خصوص نادرست میداند علاوه بر این عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی در نامه به اسحاق جهانگیری با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس سر اولویت دریافت واکسن قرار ندارند ضمن انتقاد از عدم توزیع واکسن های انبار شده در وزارت بهداشت از وی خواسته است تا هر چه سریعتر نسبت به موضوع شفاف سازی کند و علاوه بر جلوگیری از شدت یافتن اپیدمی آن برای جلوگیری از اطلاف واکسن ها نیز اقدامات لازم را انجام دهد. در همین حال بسیاری از منتقدان تاکید دارند که مجلس انقلابی علاوه بر شعارها با توجه به دریافت خودروی سهمیه و همچنین واکسنی که در اثر فشار رسانه ای مجبور به بازگردان در آن شد در عمل نشان داده که نه تنها یک مجلس انقلابی نیست بلکه تامین نیازهای اقتصادی و سلامت خود را در اولویت برنامه ریزی قرار داده و شعارهای این مجلس در خصوص اولویت دادن به مردم چندان هم rost nist محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه که در مسکو به سر می برد در یک مصاحبه اختصاصی با یک رسانه روسیه شرایط ایران برای مصالحه با آمریکا را اعلام و از پیشنهاد اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور در سخنرانی خود در مجمع جهانی سازمان ملل متحد مبنی بر ایجاد یک گذرگاه سبز برای مواد اساسی از دارو و غذا به جهت مقابله با کرونا مورد حمایت قرار داد وی در مورد شرایط مصالحه ایران با آمریکا و احتمال از سرگیری روابط میان ایران و آمریکا نیز گفت بازگشت آمریکا به توافق هسته این نخستین اقدامی است که باید انجام دهد و برای این بازگشت نیز باید زیانهایی که ملت ایران وارد کرده و همچنین اقدامات خود برای نابودی توافق را جبران کند و متعهد شود که بار دیگر چنین کاری را انجام نمی دهد. ظریف مشخص نکرده که ایران چگونه می خواهد زیان و قرامت را محاسبه کند و چگونه آن را دریافت کند. به افزود. تهران به اندازه احتمام به سیاست آمریکا به اینکه چه کسی در رأس قدرت در کاخ سفید باشد اهمیت نمی دهد. وی گفت بلکه به سیاست آمریکا اهمیت می دهیم که همواره بر اساس اجبار و خروج از توافق نامه های بینال مللی بوده است. ظریف گفت تاریخ 2500 ساله ما و طی چهل سال پس از انقلاب اسلامی نشان داده که ملت ایران زیر بار زور و فشار نمی رود و تسلیم نمی شود. ظریف همچنین از دستیابی ایران به نوعی خودکفایی در زمینه ی تسلیحات دفاعی خبر داده و خاطرنشان نشان ساخت که برای تأمین نیازهای خود در زمینه ی تسلیحات نیز با روسیه و کشورهای دیگر همکاری می کنند. ظریف ضمن تاکید بر داشتن روابط دو جانبه بسیار خوب با قطر و ادامه این روابط با جدیت در مورد چشماندازهای همکاری سه جانبه با آنکارا و دوهه نیز از تصمیم تهران برای ادامه سیاست همکاری خبر داده و افسوده همکاری ما با ترکیه به صورت سه جانبه و برای کمک به کاهش های اعمال شده بر قطر از سوی عربستان سعودی و سه کشور دیگر امارات، بحرین و مصر است و به همکاری با ترکیه در این زمینه ادامه خواهیم داد. ظریف در این باره همچنین گفت در چارچوب این همکاری نیز ما بنادر خود را تحت تصرف ترکیه و آسمان خود را تحت تصرف ترکیه و قطر قرار دادیم که این یک اقدام دوستانه است و با دوستان خود در قطر برای تقویت روابط حسن همجواری آماده هستیم. به همچنین از پیشنهاد پوتین حمایت کرد و گفت از نظر ما پیشنهاد گذرگاه سبز در سایه شرایط بین المللی کنونی بسیار مهم است. وی گفت در وضعیت کنونی می بینیم که آمریکا با بیشترین توان و فشار ممکن یک جنگ اقتصادی علیه ایران، روسیه و چین راه انداخته و حتی نقشه های اقتصادی خطرناکی علیه دوستان و همپیمانان خود نیز اجرا می کند. همانند مخالفت با پروژه جریان شمالی که نشان می دهد آمریکا در این روی کردها حتی برای نیازهای اساسی دوستان و همپیمانان خود و قرار دادن همه در معرض این خطرات نیست تفاوتی قائل نیست. ظریف افزود این پیشنهاد به مسابع دست کشیدن از سیاست های جنگ اقتصادی و حتی جنگ دارو و غذا در شرایطی است که کرونا یک خطر بزرگ برای جهان به شمار می آید. شرایطی که ظریف برای مصالحه آمریکا طرح کرده از جمله درخواست قرامت از آمریکا در حالی است که ایران از جنبه اقتصادی با مشکلات فراوانی روبروست و معلوم نیست چنین انتظاراتی اصولا عملی باشد اصولا این شرایط برای روی کار آمدن دولت بایدن مطرح شده است و با روی کار آمدن مجدد ترامپ این موضوع ممکن است شکل دیگری به خود بگیرد ظاهرا دولت ایران خواسته سقف مذاکراتی را مطرح کند تا در صورت روی کار آمدن بایدن بتواند ابزار چانهزنی مذاکراتی داشته باشد دیوید تیل معاون امور سیاسی وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه طی سخنانی در یک جلسه استماع در مجلس سنای این کشور هدف از حضور نظامی کشورش در عراق و پشتیبانی از ارتش لبنان را مقابله با نفوذ ایران و تروریسم حزب الله خواند هیل گفت گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران در بسیاری از کشورهای خابر میانه نه تنها در کشورهای محل استقرار خود بلکه در سراسر این منطقه فساد و تروریسم گسترش میدهند دهند. به افسود آمریکا به سیاست تحریم علیه ایران تا زمان تغییر رفتار تهران ادامه خواهد داد و از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نیز به عنوان شرکای مهم کشورش در جنگ علیه تروریسم و کاهش نفوذ ایران نام برد. معاون وزیر خارجه آمریکا در رابطه با لبنان نیز تاکید کرد که واشنگتن تنها زمانی آماده ارائه کمک به این کشور است که رهبران سیاسی آن به فرایند تغییر پایبند باشند و همزمان نیز از نفوذ خود برای مجازات همکاران حزب الله استفاده خواهد کرد. وی گفت ایران میلیونها دلار از درآمدهای نفتی خود را در اختیار حزب الله قرار داده در حالی که این حزب را تهدیدی برای امنیت لبنان برشمرد و آن را به پشتیبانی از فساد قربانی کردن منافع مردم در ازای جمعآوری اسلحه و اجرای فعالیت های خود متهم کرد هیل در رابطه با عراق نیز به اقدامات مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور در چارچوب انجام اصلاحات اشاره کرده و خاطرنشان ساخت که وی با تلاشهایی در راستای مبارزه با فساد و کنترل سلاح‌های در دست گروه‌های شبه نظامی شروع به بازپسگیری اعتبار و منزلت کشورش کرده است. وی همچنین از هشت شبی به عنوان تهدیدی برای امنیت عراق نام برد و تاکید کرد که مردم این کشور خواهان حکمرانی دموکراتیک در کشورشان هستند به افزود گروه های شبه نظامی وابسته به ایران در بلند مدت تهدیدی برای ثبات عراق به شمار می آیند و همکنون نیز عامل انجام عملیات ترور خشونت فرقی و سرقت درامت های این کشور هستند او گفت هدف از حضور نظامی آمریکا در عراق قابل با نفوذ ایران و نابودی گروهک تروریستی داعش است. معاون وزیر خارجه آمریکا همچنین بر نقش رهبری کشورش تاکید کرد و از تلاش های واشنگتن به عنوان یک مانع در برابر طمع های روسیه و چین و عامل بازدارنده گسترش نفوذ آنها نام برد. به گزارش رویترز روز پنجشنبه آمریکا لیستی از چندین مقام و نهاد ایرانی ارائه و آنها را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کرده است مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا طی ای اعلام کرد که قاضی سید محمود ساداتی که رئیس دادگاه نوید افکاری بود و قاضی محمد سلطانی که احکامی علیه افراد بهایی صادر کرده در لیست تحریم آمریکا قرار گرفتند. همچنین در این فهرست تحریمی نام زندان عادل‌آباد نیز قرار دارد. علاوه بر این زندان وکیلاباد که مایکل وایت شهروند آمریکایی در آن بازداشت بود نیز از نهادهای تحریم شده است. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین از ایران به خاطر بازداشت باقر و سیامک نمازی و مراد تاه باز انتقاد کرد و گفت آمریکا تمام تلاش خود را برای بازگرداندن این افراد به آمریکا انجام خواهد داد. به تاکید کرد که ایران 70 میلیارد دلار از درآمدهایش را از دست داده است. پیش از این الیوت آبرامز نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران اعلام کرده بود تحریم هایی از سوی دولت ترامپ علیه دستگاه قضایی ایران وضع خواهد شد به افزود آمریکا متحد است به افرادی که آزادی و عدالت را از مردم ایران منع می کند پاسخی درست بدهد از همین رو تحریم های بسیاری بر چندین نهاد و شخص ایرانی از جمله قاضی های محکوم کننده کشتیگیر ایرانی وز خواهیم کرد. به گزارش CNN یک روز پس از آن که ترامپ حاضر نشد درباره انتقال مسالمت آمیز قدرت در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر به طور مستقیم اظهار نظر کند و گفت تداوم مسالمت آمیز قدرت وجود دارد روز پنجشنبه کایلی مک اینانی سخنگوی کاخ سفید گفت رئیس جمهور نتایج یک انتخابات آزاد و منصفانه را قبول خواهد کرد ولی تصور می کنم سوال شما برای پرسیدن از دموکرات ها مناسب تر. وی حاضر به پاسخ دادن مستقیم به این سوال نشد که آیا نتایج انتخابات تنها زمانی مشروع خواهد بود که ترامپ پیروز شود وی گفت رئیس جمهوری از و مردم آمریکا و یک انتخابات آزاد و منصفانه را قبول خواهد کرد وی همچنین بار دیگر مشروعیت رأیگیری به صورت پستی را زیر سوال برد همچنین میچ مککانل رهبر اکثریت مجلس سنا و دیگر جمهوری خواهان با رد اظهارات ترامپ نسبت به رای دهندگان آمریکایی اطمینان دادند که نمایندگان مجلس نتیجه انتخابات نوامبر را میپذیرند و انتقال قدرت مسالمت‌آمیز خواهد بود ترامپ پیش از این در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره انتقال آرام مسالمت آمیز قدرت در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر گفت مطمئن نیستم که یک انتخابات صادقانه برگزار شود باید ببینیم چه می شود ما می خواهیم از شر آنها خلاص شویم و انتقال قدرت نخواهیم داشت تداوم مسالمت آمیز قدرت خواهد بود به گفت انتظار دارد نبرد انتخاباتی وی با جو بایدن دموکرات توسط دیوان عالی آمریکا حل شود به گزارش رویترز مری ترامپ برادرزاده دانالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که اخیرا کتابی با عنوان بسیار زیاد و ناکافی چگونه خانواده من خطرناکترین مرد دنیا را به وجود آورد منتشر کرده روز پنجشنبه به دادگاه ایالتی نیویورک مراجعه و شکایتی علیه رئیس جمهوری و دیگر اعضای فامیل به اتهام کلاهبرداری و محروم کردن وی از منافع مالی و کسب و کار خانوادگیش ارائه کرد مری ترامپ اموها و عمه اش را متهم کرده است که از امپراتوری املاک و مستقلات که در دهه 1980 توسط پدر متوفیش فرد ترامپ جونیور برادر بزرگ دانلد ترامپ ایجاد شد برای ثروتمند کردن خودشان و به زیان اطرافیانش استفاده کردند مری ترامپ در شکایت خود گفته برای دانلد جی ترامپ خواهرش ماریان و برادر مرحومش رابرت کلاهبرداری فقط یک کسب و کار خانوادگی نبود بلکه شیوه زندگی بود آنها پشت سر هم طرح و توطعه میچیدند تا دست به تقلب مالیاتی بزنند و به شرکای تجاری خود زیان بزنند وی آنها را متهم کرده که آنها به کمک یک فرد دیگر تلاش کردند تا او را از منافع و داراییهایش در کسب و کار خانوادگی که از پدرش به ارث رسیده بود محروم کرده و از عرصه خارج کنند برنی سندرز سناتور دموکرات و نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری روز پنج شنبه با انتقاد تند از دونالد ترامپ او را رئیس جمهور قانون دانست. آقای سندرز که در دانشگاه جورج واشنگتن در شهر واشنگتن دی سی سخنرانی میکرد گفت این انتخابات یک رقابت بین دونالد ترامپ و دموکراسی است. او گفت این فقط یک انتخاب میان جو بایدن و دونالد ترامپ نیست بلکه یک انتخاب میان ترامپ و دموکراسی است و دموکراسی باید پیروز شود سخنان تند سندرز در واقع واکنشی است به اظهارات اخیر آقای ترامپ که گفته می شود به نوعی از پذیرش انتقال مسالمت ها قدرت خودداری می کند سخنانی که طی دو روز گذشته جنجال بسیاری را در میان افکار عمومی و به ویژه طرفداران حزب دموکرات در پی داشته هرچند روز گذشته سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید این ادعاها در مورد آقای ترامپ را رد کرد روز پنج شنبه اما برنی سندرز در سخنرانیش به تاریخ امریکا اشاره کرد و گفت تاریخ انتخابات در امریکا همواره بر مدار انتقال مسالمت قدرت بوده است نشریه هیل از قول برنی سندرز می نویسد امروز ما رئیس جمهوری داریم که احترام چندانی برای قانون قائل نیست امروز آن بستر مسالمت قدرت در حال تهدید است هیل می نویسد برنی سندرز در این سخنرانی حتی به سخنان ریگان هم اشاره کرد که خواستار انتقال منظم قدرت شده بود. این نشریه می نویسد این اظهارات سندرز یک روز پس از آن انجام می شود که دونالد ترامپ با استناد به ادعاهای اثبات نشده از موضوع تقلب در انتخابات گفته است. سخنان نچندان واضح و صریح پرزیدنت ترامپ در عدم تمکین به انتقال مسالمت آمیز قدرت. اما همین اندازه ابهام و کلیگویی راه را برای انتقادات گسترده به ویژه سوی منتقدانش باز کرده است سندرز گفت به معنای حرفای او توجه کنید او میگوید اگر در انتخابات برنده شود عالی است اما اگر بازنده شود در انتخابات تقلب شده است زیرا تنها راهی که او میتواند این موضوع را انکار کند تقلب است و اگر تقلب شود پس او دفتر کاخ سفید را ترک نخواهد کرد هیل می نویسد تنها برنی سندرز نبود که از سخنان آقای ترامپ انتقاد کرد بلکه برخی از جمهوری از جمله میچ مککنل رهبر اقلیت سنا هم در توییتی نوشت برنده انتخابات سوم نوامبر 20 ژانویه آغاز به کار می کند. یک انتقال منظم قدرت اتفاق خواهد افتاد همانطور که از سال 1792 چنین بوده است. در سوی دیگر کیلی مکنانی سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت رئیس جمهور ترامپ نتایج یک انتخابات آزاد و عادلانه را میپذیرد و در این حال نگرانی های خود در مورد مشروعیت رایدهی و رایگیری از طریق پست را دنبال می کند. هیل می نویسد با این حال وقتی از مکنانی پرسیده شد آیا انتخابات تنها در صورت پیروزی آقای ترامپ آزاد و عادلانه است او از پاسخ سریح خودداری کرد.